سوال این بود که اولین لحظه ای که این خبر مرگ رئیسی رو شنیدم چه احساسی به من دست داد؟ راستش اگه بخوام دقیق بگم نه خوشحالی نه ناراحتی، یه حالتی داشتم که دوباره یاد همه اون چیزها افتادم و اینکه خب این پس خیلی راحت رفت که از اینجا، این قرار بود بمونه اینجا، ما اینو محاکمه بکنیم، این باید دادگاه می اومد. خیلی کوچیکتر از اون آیه اونی که دادگاهی شد توی سوئد، الان اسم این لحظه یادم رفت، اون بود، این باید دادگاه می رفت. چی شد؟ حیف شد. این است که ولی از طرف دیگه این آدم که معلومه تمام خانواده ها که میشنون به نوعی در دلشون شاد میشن، چیز طبیعیه، ولی راستش برای من نه شادی آور بود نه غم نه اصلا هیچی، فقط اینکه حیف شد این رفت، ما اینو نتوسیم بگیریمش و بیاریم این رو پاسخگو بکنیم. اون چی که بیشتر باز بعدن، چون اینا خبر رو اگه دقت بکنید قطره قطره دادند و یا حتی خودشون هم سردرگم بودن یا میدونستن سازماندهی شده قطره قطره دادن، به هر حال اینطور نبود که یه دفعه این خبر بیاد، اول نامشخص بود و بعد به تدریج مشخص شد که این آقا مرده. بیشتر من تو ذهنم این میومد که حیف شد که ما اینو از دست دادیم و نتونستیم مورد پرسش قرار بدیم، چون اون نوری که رفت تو دادگاه حرفایی که میزد برای من خیلی جالب بود. مثلا از اینکه تو انفرادی بود، تو سلول بود، ناراحت بود. از اینکه مردم اومدن هر روز میخوان از این سوال بکنن خیلی تعجب میکرد، یه جوری ناراحت بود انگار حقش داره گرفته میشه و این براش واقعا یه شکنجه بود. از اینکه شکنجه نیست، این یه چیز معمولیه، خطوبات پاسخگو باشید. من این رو خیلی دوست داشتم در مورد این آقای رئیسی پیش می اومد، چون بسیار مهمتر از اون بود، سفاکتر بود، تو اعدام خیلی ها دست داشت. من خودم تو اون روز دادگاه هم یادم اومد که اونجا رفتم، سه نفر بودن که حالا من کتاب نوشتم ولی بارها راجبش گفتم، ولی مثلا این نکته رو که تفاوت این رو بتونم بگم با اون دوتای دیگه که یکیش رئیسی بود و اشراقی بود و نیری. خب اشراقی آرومتر بود، سعی میکرد که مؤدبتر حرف بزنه و حتی گاهی اوقات یه طوری برخورد میکرد که احیانا یه جوری بفهمونه که موضوع جدیه، حواستون جمع باشه، ولی نه نیری و نه این اصلا اینطور نبودن. اینها خواهان این بودن که واقعا خواهان این بودن که یه آتویی بگیرن و زود حکم اعدام بدن. البته ما نمی‌دونستیم می‌خوان ما رو اعدام بکنن، ما اصلا نمی‌دونستیم، چون خود نیری گفت که تا اونجا که چشم بسته بودیم، چشم برداشتیم، دیدیم سه نفر نشستن اینجا، یکیشون رو می‌شناختم که همین آقای چیز بود، اشراقی بود، چون تو روزنامه عکس دیده بودم که گفتن داستان انقلاب شد این شده، ولی نیری رو برخی از زندانیا میشناختن. اون آقای سومی رو که همین جوان بود، جوانک واقعا، اصلا ما هیچ وقت نایده بودیم، نه من نه بقیه هم نه. البته بچه هایی که رفقایی که دوستانی که در کرج زندان بودن این آقا رو دیده بودن، چون اونجا این رئیس دادگاه بود و حکم حتی اعدام هم داده بود، میشناختنش، ولی ماها نمیشناختیم این رو. میخوام بگم اونجا جز کسایی بود که تحریک میکرد، مشخصا زندانی رو تحریک میکرد، عصبانی میکرد که این بیاد یه جواب خیلی محکم به اینا بده که سریع بتونن یه آتوی بگن ازش و اینو اعدام بکنن. در مورد منم همین کار کرد، در صورتی که اشراقی سعی میکرد که یه خورده آرومتر، مثلا یه بار به من گفت دقت کنید جوابی که میدید مهمه، مثلا یه چیزایی گفت، در صورتی که اصلا هیچ چیز دیگه نه، همین، ولی منظورم اینه که این آقا اصلا اینطور نبود. به هر حال همه این مجموعه یادم اومد، ولی احساسم در واقع این بود که ای کاش مثل نوری میتونستیم این رو به دام بندازیم و پاسخگوش بکنیم. بی ثبات
غیر سازمانده، بی ارزه به نظر من. و او همون روز چند دقیقه که اینو دیدم، این قضاوت توی من وجود داشت. بعدا طی سالها که بعد علنی شد، اصلا قبلا عکسی ازش نداشتیم، بعدا مشخص شد این کی هست و رشد کرد، بیشتر مشخص شد که الان صحبت از این است که این آدم بیسوادیه، اصلا سوادهای معمولی دیپلم و اینا رو هم نداره. خب این آدم تأثیر زیادی توی مسائل سیاسی نخواهد داشت، نداشته، الان نبودش هم تأثیر زیادی نداره. به نظر من این که مستقیما روی مثلا فضا طوری بشه که ما بیشتر بتونیم، خانواده ها بیشتر بتونن حرکت بکنن، اینها فکر نکنم ربطی داشته باشه به این موضوع. اما غیر مستقیم موثره، به این معنی که وقتی هر بار یه موضوعی از 67 پیش میاد، یکی از مسببین، یکی از عاملین و عاملین اون تابستان 67، این موضوع میاد بالا و همه راجع بهش تمرکز پیدا میکنند و بحث و فصل میشه. این خودش یعنی دوباره زنده شدن این موضوع، مثل همون دادگاه نوری. الان هم مرگ این آدم ظاهرا ربطی نداره، ولی خب میگن این کی بود؟ میگن این آقای رئیسی بود، یکی از اون سه نفر بود که از همه هم بدتر، و منظور از بدتر تندروتر و غسی و قلبتر، و یه اصلا عقده داشت میخواست بکشه. واقعا این رو میشد فهمید، من همونتون برخورده اون موقع احساس کردم، بعدا دیدم که این موضوع داره هی روز به روز ثابت میشه. برحال این به نظر من همین که این موضوع این رئیسی مطرح میشه که حالا مرد، کشته شد فلان، یا حالا کشتنش یا مرد، دوباره این موضوع رئیسی پیش میاد و مردم بحث 67 و بعد از اون هم، همین در داستان اخیر هم، چون به شاید بعدی هم این همش پیشرفته به صدر امور قضایی، پشت سر هم این رتبه به دست میاره، چون حامیش خامنه ای بود و تا جایی که میرسه به این که رئیس جمهور میشه. منظورم این که در مورد پراکنده خود صحبت کردم، این گفتم که این آدم کمهوش و بسیار بدون نظری هست و عامل اجرایی است بیشتر، حالا نه اینکه بره شکنجه بکنه، از این نظر اجرایی چه بسا کرده من ندیدم، ولی اجرایی یعنی اینکه بهش میگن مثلا باید بکشیم، این میره به خوبی اینو اجرا میکنه در صدور حکم، و از خودش نظری، تئوری، فهمی، ابتکار نداره. مثلا خب رفسنجانی فرق میکرد، حتی روحانی فرق میکرد، حتی همین خود خامنه ای، مثلا خمینی خیلی بالا بود در این زمینه، یعنی مبتکر بود، میدونه چی کار داره میکنه، خامنه ای میتونه این کار رو بکنه. این اصلا در این سطح ها نیست، این آقای رئیسی. بران اون تأثیری که منظورتون بود توی جنبش دادخواهی میتونه بذاره، بیشتر این است که این بس میاد جلو. به نظر من جنبش دادخواهی مهمش این نیست که ما حتما اینها رو به دادگاه بکشونیم و به سزای اعمالشون برسن، چون بازم هستن. اشراقی مرد، این هم که مرد، الان فقط نیری مونده که اونم پیر شده و مریضه، ولی خیلی بیشتر هستن. خود استاد یکی دیگه هم هست، این لحظه اسمش از ذهنم رفت. مهم این نیست که اینا حتما به سزای اعمالشون، خیلی مهمه، ولی اصل قضیه معلوم شدن حقیقت هست، شهادت ها هست، اینکه مردم در جریان قرار بگیرن. این در جریان قرار گرفتن به شهادت ها رو که میبینن، اون شکنجه هایی که اون موقع رو، چه قبل از اعدام، طی اعدام، قبلش که تو اون راه روی مرگ، این مجموعه که ما همه تقریبا دیدیم، ما کاب میخوردیم برای اینکه نماز بخوریم، نماز نمیخوردیم کاب میزدن به ما. زنده مونده ها اینطور بودن، اونهایی هم که زنده نموندن بردن اعدامشون کردن. این مجموعه رو وقتی مردم بشنون، شاهدین بیان شهادت بدن، دیگه از حالت اینکه 4000 نفر کشته شد یه حرفی اصلا جنگ بوده، چی بوده، زیاده روی، از این حالت میاد بیرون. یعنی مردم ذره به ذره در جریان قرار میگیرن و از اعدام، شکنجه، اسارت، زندانی کردن، از این بدشون میاد. این خیلی مهمه اتفاقا، این باید به یک احساس عمومی تبدیل بشه، مخالفت با اعدام و شکنجه مخالف.
این مهمتر از به نظر من مهمتر از این است که طرف حتما محکوم بشه به زندان. خب بشه، خیلی مهمه، باید بشه، حتما باید محکوم بشه. تو این نیست که این کار رو بکنن باید برن، ولی اینکه تو پروسه ای که میخواد محکوم بشه و همه اسناد و مدارک رو میشن، خانواده ها میان میبینن، تا حدودی مثل آفریقای جنوبی که خانواده هر دو طرف میومدن تو دادگاه، بعضی موقع واقعا طرف ناراحت میشد و میگفت که کار خوبی نکردم، کار بدی کردم. بعضی موقع نه، میگفت کار خوبی کردم. مهم نیست، مردمی که در اونجا حضور دارن خیلی مهمن، که به تدریج طی این پروسه از شکنجه، از اعدام و از این حالت ها منزجر میشن. من اینجا چون هی راجع به شخصیت این آدم حرف زدم که آدم بی مقداری بود، حالا نمیدونم چه اسمی میشه روش گذاشت، شعر آقای شاملو یادم اومد که من دوست دارم این شعر رو بخونم، چون از درون بازمانده ها و خانواده ها میتونه از دهان ما این در بیاد. به خود همین آقای کلان زنده نیست، خطاب به اونه، ولی در اصل خطاب به خمینیه، چون این در اون سطح نبود. خمینی یه خود حالیش بود، میشد براش شعر گفت. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش، داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد، هنوز از سجاده ها سر بر نگرفته است. یا قبطرش میگه تو را چه سود از باغ و درخت، که با یاس ها به داس سخن گفتی. حالیش نیست، یاس حالیش نیست. آنجا که قدم برنهاده باشی، گیاه از رستن تن میزند. این واقعا بهتره به خمینی آدمی رو بگه تا به این شاگرد کوچولوش.